برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. آستان مقدس حسینی از پیشرفت قابل توجه در پروژه بازسازی تل زینبیه واقع در صحن حضرت عقیل خبر داد. در همین راستا مهندس علی عدنان ناظر طرح‌های توسعه در آستان مقدس حسینی ضمن اعلام این خبر گفت طرح بازسازی تل زینبیه مراحل نهایی خود را طی می‌کند و بعد از پایان گنجایش جا دادن تعداد قابل توجهی زائر را در خود خواهد داشت. وی در ادامه افزود بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته این پروژه آخر امسال به طور کامل به پایان خواهد رسید و افتتاح خواهد شد. در حال حاضر سرعت پیشرفت پروژه بسیار بالاست. مسئولان دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق شیرازی دامزه‌لوح در شهر مزار شریف در شمال افغانستان از ذبح چند رأس گوسفند برای سلامتی امام زمان عجل الله تعالی فرجه و توزیع گوشت قربانیان میان ده ها خانواده نیازمند خبر دادند. گفتنی است این اقدام نیکوکارانه روز جمعه دوم ماه مبارک رمضان 1444 هجری قمری و در راستای عمل به توصیه‌ها و رهنمودهای آیت الله العظمی شیرازی مبنی بر اهمیت کمک به نیازمندان ایتام صورت گرفت. سازمان ملل متحد در آخرین گزارش خود بار دیگر هشدار داد که در صورت عبور از خطوط قرمز وضعیت کنونی تغییرات اقلیمی بشریت را با خطر انقراض روبرو خواهد کرد. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در جریان کنفرانس سه روزه جهانی آب که در نیویورک برگزار شد ضمن اشاره به خطر ذوب شدن یخچال‌های طبیعی در هیمالیا واقع در آسیای جنوبی پیام‌های هشدار دهنده را صادر کرد. همزمان مجله ساینس در تازه‌ترین گزارش خود از خطر از بین رفتن 26% کل توده یخ در جهان هشدار داد. نشریه ساوت چاینا مورنینگ پست در گزارش تحقیقی تازه نوشته است که کمک‌های جامعه جهانی نزدیک به 80% کاهش یافته و مردم این کشور در حکومت طالبان با بحران بشری روبرو هستند. نویسندگان این گزارش تحقیقی که به استانهای مختلف افغانستان سفر کردند در این گزارش نوشتند که اکثر این استانها وارد سومین سال متوالی خوشسالی می شود، در حالی که نزدیک به نیمی از جمعیت کشور غذای کافی ندارند. پیش از این نتیجه یک نظرسنجی مؤسسه بین‌المللی گالوب در افغانستان نیز نشان می‌داد که وضعیت زندگی بیشتر از 90% مردم افغانستان تحت حاکمیت طالبان در درجه رنج کشیدن است. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل UNHCR از افزایش کمک‌های مسلمانان به صندوق زکات در سال‌های اخیر خبر داد. این کمیساریه اعلام کرد با اقدامات هدفمند که برای جمع‌آوری زکات و صدقه انجام شده است از سال 2017 تا کنون 200 میلیون دلار آمریکایی جمع گردیده است. خالد خلیفه مشاور ارشد کمیساریه عالی و نماینده کمیساریه عالی سازمان ملل در شورای همکاری خلیج فارس گفت در 5 سال گذشته موفق شدیم کمک‌های 6 میلیون نفر را جمع‌آوری کنیم که بیشتر آنها از کشورهای اسلامی بودند. با این کمک‌ها از افراد در معرض خطر در 26 کشور حمایت می‌شود که در میان آنها پناهندگان روهینگیا در بنگلادش، آوارگان یمنی و پناهندگان سوری در لبنان بیشترین کمک‌ها را دریافت کردند. اهدای سلول‌های بنیادی خونساز راهی برای نجات بیماران است و در مرکز پذیر نویسی اهدای سلول‌های بنیادی خونساز سازمان انتقال خون ایران سلول‌های بنیادی تهیه شده در هر نقطه از کشور که لازم باشد برای بیماران ارسال می‌شود. به گفته مسئولان مربوطه سلول‌های بنیادی خونساز برای درمان افرادی که دچار بدخیمی‌های خونی یا بیماری‌های چون تالاسمی و سرطان‌های خونی هستند استفاده می‌شود تا بیماری که سلول خونی بدنش دچار مشکل شده سلامت خود را بازیابد. کشور ایران در چند سال اخیر از نظر علمی پیشرفت خوبی در این زمینه داشته است.
دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق شیرازی رامزله در شهر ماهاجانگا در کشور ماداگاسکار ده‌ها بسته معیشتی را در میان شیعیان نیازمند این شهر توزیع کرد. این اقدام نیکوکارانه به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان 1444 و در عمل به توصیه‌های مرجعیت دینی مبنی بر حمایت از نیازمندان صورت گرفت.